سلام به کانال کامیک فکتس، جایی برای شنیدن کامیک ها و تاریخچه کاراکترهای مورد علاقتون توسط من عرفان خوش اومدید. من امروز قصد دارم تاریخچه یکی از بهترین ابرشرورهای دوران رو بهتون معرفی کنم و اون کسی نیست جز مگنیتو. اگر هنوز عضو کانال ما نشدید با سابسکرایب کردن ما و فعال کردن زنگوله سایر ویدیوهایی که واسهتون میسازیم ما از دست ندید. شما رو به تماشای این ویدیو دعوت میکنم، پس تا آخر اون همراه ما باشید. مکس آیزنهارت یا مگنیتو یک شخصیت خیالی که هم ابرشرور بوده، هم ضد قهرمان، هم ابرقهرمان. این شخصیت در کمپانی مارول کامیکس توسط استن لی و جک کربی خلق شد و برای اولین بار در شماره یک کامیک مردان ایکس در سپتامبر 1963 حضور پیدا کرد. مگنیتو دشمن دیرینه ایکسمن محسوب میشه و همچنین رهبر گروه Brotherhood of Evil Mutants هم هست. حتما براتون سوال شده چرا توی عنوان ویدیو نوشتم بهترین ابرشرور تاریخ. خب باید بهتون بگم که مگنیتو در بین لیست 100 ابرشرور برتر تاریخ کامیک بوکی سایت IGN رتبه اول رو داره و در کمال ناباوری رتبه اون از جوکر هم بالاتره و جوکر در رتبه دوم لیست این سایت قرار میگیره. با اینکه هیچ جوره این جایگاه مگنیتو توی لیست برترین ابرشرورها توی کتم نرفته، ولی خب نمیشه منکر پتانسیل و جذابیت این شخصیت و کارهایی که کرده شد. خب الان موقعشه که بریم سراغ تاریخچه اون و ببینیم چه سرگذشتی رو داشته و چه جوری تبدیل به چیزی که الان هست شده. پس برو که بریم. پدر مکس یکی از مبارزهای خوب و افتخارآفرین جنگ جهانی اول بود. خانواده مکس سر مشکلات تبعیض نژادی که به خاطر به قدرت رسیدن نازی‌ها شکل گرفته بود خیلی اذیت شدند. مکس به همراه خانواده‌اش به لهستان در حال فرار کردن بودند که توسط نازی‌ها دستگیر میشن و اونا رو به منطقه‌ای در ورشو میفرستن. اونا دوباره تلاش به فرار میکنند ولی دوباره دستگیر میشن و خانواده مکس یعنی مادر و پدر و خواهرش اعدام میشن. اما مکس به دلیل ظهور اولین قدرت‌هاش میتونه جون سالم به در ببره و در نهایت اونو به اردوگاه اجباری آشویتس میفرستن. در این اردوگاه مکس به یک ساندر کماندو تبدیل میشه و اونجا با دختری به نام ماگدا آشنا میشه. زمانی که آشویتس آزاد میشه این دو نفر که به هم دل بسته بودند از اونجا فرار میکنن و بعد این فرار هست که اونا با همدیگه ازدواج میکنند و برای زندگی به یک شهر اوکراینی نقل مکان میکنند. بعد از مدتی مکس نام مگنس رو برای خودش انتخاب میکنه و در نهایت اون و ماگدا صاحب یه فرزند دختر به نام آنیا میشن. مگنس برای اینکه بتونه خرج زن و بچه‌شو در بیاره میره به عنوان یک نجار شروع به کار میکنه. اما یه روز از روزها به مگنس حمله میشه و مگنس به طور کاملا غریزی نیروهای جهش یافته‌ای که داشت ظهور میکنن و میتونه در مقابل اون آدما از خودش دفاع کنه. این قدرت‌ها برای اولین بار بود که در مگنس ظهور کرده بود. اون بعد چند ساعت به خونش برمیگرده اما اونجا رو غرق در آتیش میبینه. اما بدتر از اون دختر عزیزش آنیا هم در دل اون آتیش سوزی قرار داشت. مگنس خیلی سریع رفت تا دخترش رو نجات بده اما کار از کار گذشته بود و آنیا هم مرده بود. عصبانیت ایجاد شده در مگنس باعث شد تا با استفاده از قدرت هایی که داشت کسایی که مسبب این اتفاق بودن رو گیر بیاره و به قتل برسونه. ماگدا که تا الان شوهرش رو اینطوری و با این قدرت ها ندیده بود از ترسش به جنگلی فرار کرد و از اون موقع به بعد دیگه ازش خبری نشد. بعد از فرار کردن ماگدا اون در کوهستان دو فرزند دیگه با نامهای پیترو و واندا به دنیا آورد که بعد از بزرگ شدنشون تبدیل به کویکسیلور و اسکارلت ویچ شدن. بعد از این ماجرا مگنس برای خودش یه هویت جدید اتخاذ کرد و به عنوان اریک مگنوس لهنشر به زندگیش ادامه داد. و همون موقع بود که با چارلز ایزاویه ملاقات میکنه و تبدیل به دوستای خوبی برای همدیگه میشن. همه چیز بین این دوتا دوست گل و بلبله تا اینکه سر ایدئولوژی ها و تفکرهایی که داشتن با هم به اختلاف نظر میخورند. اما با خودتون میگید اختلاف اونا حالا سر چی هست؟ سر اینکه مگنیتو به عنوان یکی از بازمونده های هولوکاست قصد داشت نذاره بقیه جهش یافته ها به سرنوشت خانواده‌اش دچار بشن و از اون موقع به بعد به عنوان نمادی شناخته شده که قصد جداسازی نژاد جهش یافته ها را از انسان ها داشت فعالیت خودش رو شروع کرد. در حالی که پروفسور ایکس اعتقاد داشت که جهش یافته ها باید کنار انسان ها زندگی کنند. رابطه این دو نفر مثل دو رهبر معروف سیاه‌پوستان آمریکایی یعنی مارتین لوتر کینگ و مالکوم ایکس هست. مارتین لوتر مثل اگزابیه است که به همبستگی بین سیاه‌پوستا و سفیدپوستا اعتقاد داشت و مالکوم ایکس هم مگنتو است که برای کسب حق و حقوق سیاه‌پوستان روش‌های جدی و مسلحانه را انتخاب می‌کرد، کاری که مگنتو اعتقاد داشت جهش یافته‌ها باید انجام بدهند. همین تفکر و سرسختی مگنتو از اون یک کاراکتر جذاب ساخته که باعث میشه بیشتر مخاطبین با اون همزاد پنداری کنند و حتی علاقه‌مند به پیروزی اون باشند. این درگیری ها و اختلاف نظرهای بین این دو نفر باعث این همه داستانی شده که بین اون و ایکسمن شکل گرفته. القاب این شخصیت شامل اریک مگنوس لهنشر، مایکل اگزاویر، پادشاه خاکستری، پادشاه سفید، شیطان، استاد مغناطیس، خالق و مسافر زمان میشن. اما خب چند تا چیز که لازم هست راجع به این شخصیت بهتون بگم. میگید چجوری خب مگنتو انقدر شرور خفنی شده ها؟ از کارهای مهمی که تا الان انجام داده میتونیم به بیرون کشیدن فلز آدامانتیوم از بدن وولورین یا اینکه باعث شده پروفسور ایزاویه برای همیشه روی ویلچر بشینه اشاره کنیم. اما اینا در برابر مرگ‌های بیشماری که باعث اونا شده هیچی نیستن. مگنتو کلا با بشریت سر ناسازگاری داره و هیچ جوره انگار نمیتونه با انسانا کنار بیاد و اونا رو مقصر بلاهایی که سر هم نوآش اومده میدونه و به خاطر همین میخواد کاری کنه که نشون بده جهش یافته‌ها نژاد برتر هستند. مگنوس تا زمانی که اسم مگنتو رو کسب نکرده بود، برای مدتی با سازمان سیاه همکاری میکرد. راستی اینو هم باید بهتون بگم، توی یه سری از داستان‌ها مشخص میشه که مگنتو پدر واقعی کویکسیلور و واندا نیست. اما خب حالا میخوام بهتون مهمترین کامیک های مگنتو رو معرفی کنم که از اونا میتونیم به God Loves Man Kills، Fatal Attraction، Age of Apocalypse و شماره 146 تا 150 کامیک نو ایکسمن اشاره کنیم. و حالا میرسیم به قدرت‌های مگنتو. همونطوری که میدونید اون در بکارگیری قدرت‌های مغناطیسی نظیر نداره و با ایجاد کردن میدان‌های بزرگ و پرواز کردن با استفاده از این نیرو با حریف‌هاش مقابله میکنه. یه چیز جالب راجع به مگنتو که یادم رفت بهتون بگم این بود که اون ابتدا قیافش مشخص نمیشد و صرفاً توی کلاهش چیزی جز سیاهی نبود. اما کلاه مگنتو که از مهمترین المان‌های اون هم محسوب میشه بهش این قابلیت رو میده که در مقابل حملات ذهنی و کنترل ذهنی که بهش میشه معصوم بمونه و همچنین دارای زره و کمربندی هست که در مبارزه ها به اون قدرت و برتری میبخشه. اون دارای هوش بسیار زیادی هست و همین موضوع قدرت اونو در طراحی نقشه ها و ذهن استراتژیک بالا برده. اون همچنین قدرت اینو داره از فلزات سلاح‌های مختلف بسازه. همونطوری که میدونید مگنتو در سری فیلم‌های ایکسمن حضور داشته که به طور مفصل به اون داخل این سری ها پرداخته شده و کسایی که تا الان نقش این کاراکتر رو بازی کردن ایان مکلن و مایکل فاسبندر هستند که این دو جفتشون در فیلم مردانه ایکس روزهای گذشته آینده حضور داشتند و زمان حال و گذشته این شخصیت رو به تصویر کشیدند و بیل میلنر هم در ایکسمن فرست کلاس نقش نوجوانی های این کاراکتر رو بازی کرده. خب این بود از تاریخچه مگنتو، یکی از بزرگترین شرورهای دنیای کامیک بوکی که امیدوارم از تاریخچه اون لذت کافی رو برده باشید. جا داره در آخر از سپنتا کاظمی و پرهام وین عزیز بابت حمایت و دونیتی که از ما انجام دادن تشکر بکنم. اگر شما هم دوست داشتید از ما حمایت کنید میتونید از لینک ریمیتی که پایین این پست واسهتون گذاشتم استفاده کنید. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا یک ویدیو کامیک فکتس دیگه، خدا نگهدار.